دیدبان حقوق بشر، فهرست نقض حقوق زنان از سوی طالبان طولانی شده و هر روز در حال افزایش است. واکنش ها به بازگشت فاروق وردک، دزد میلیون ها دلار و اساسگذار مکتب های خیالی برگشت. طالبان 4 نظامی پیشین را در بغلان سر بریدن و همچنان در پایان سرنوشت اجمل حقیقی و همکارانش در زندان طالبان معلوم شد. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً داخل ویدیو با ما باشید و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. گزارش از روزنامه آماج نیوز. دیدبان حقوق بشر میگوید که فهرست نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان طولانی شده و هر روز در حال افزایش است. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه به نقل از حیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، محدودیت‌های اخیر طالبان بر دختران و زنان را وحشتناک توصیف کردند. این نهاد گفته است که طالبان در این شرایط استقلال دختران و زنان را سلب کرده و آنان را از توانایی‌هایشان محروم می‌کند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که تصمیم طالبان برای مجازات عضوهای مرد خانواده به دلیل بی‌ایجابی زنان، مردان را مجبور به افزایش محدودیت‌ها بر زنان می‌کند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در کشور، آنان محدودیت‌ها را علیه زنان و دختران در کشور افزایش دادند. آنان مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و پوشانیدن صورت مجریان زن در حین اجرای برنامه را جبری کردند. واکنش‌ها به بازگشت فاروق وردک، دزد میلیون‌ها دلار و اساسگذار مکتب‌های خیالی برگشت. بازگشت فاروق وردک، وزیر پیشین معارف و وزیر دولت در امور پارلمانی به افغانستان، واکنش‌هایی را به همراه داشته است. الیاس نواندش، روزنامه‌نگار، در واکنش به بازگشت او در توییت نگاشته است: فاروق وردک، وزیر معارف حکومت پیشین و بنیانگذار مکتب‌های خیالی در افغانستان، به کشور بازگشت. آقای نواندش علاوه کرده است: او ایجاد و ثبت 4480 معلم خیالی و 1033 مکتب خیالی را در کارنامه‌اش به حیث وزیر معارف دارد. در عین حال حامد حیدری خبرنگار گفته است: زمانی که فاروق وردک وزیر معارف بود، در آن زمان بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان تأسیس مکتب‌های خیالی تحت رهبری او در وزارت معارف را افشا کرد. گفت احتمالاً 750 میلیون دلار کمک امریکا به معارف افغانستان هدر رفته است. ضیاور سجی، سخنگوی پیشین امرالله صالح، در توییت نوشته است: از دزدان تاجدار دوره کرزی و از بنیانگذاران مکتب خیالی در افغانستان است. برگشت و حضور یک آدم فاسد با آغوش برادرانش شگفت‌انگیز نیست. باید صف آدم‌های دشمن پرست و ستون پنجمی‌های دیروز از صف وطن پرستان واقعی پاک شود. طالبان 4 نظامی پیشین را در بغلان سر بریدند. منابع با آماج تایید میکنند که طالبان 4 نظامی پیشین را در ولسوالی بنوی اندرآبها سر بریدند. به گفته منابع، این رویداد صبح روز سه‌شنبه 17 جوزا رخ داده است. منابع میافزایند که داوود اندرآبی، پسر خاله خلیل اندرآبی، فرمانده پیشین غزنی با سه همراهش به اتهام همکاری با جبهه مقاومت از سوی طالبان سر بریده شدند. این در حالی است که 4 روز پیش طالبان 3 اسیر جنگی را در پنجشیر سر بریدند. طالبان در مورد چیزی نمیگویند، اما همواره بر پایبندی به فرمان عمومی تاکید کردند. از اعتراف اجباری تا اعتراض در توییتر و فیسبوک، اجمل حقیقی و همکارانش رها شود. گزارش از سایت رسمی اطلاعات روز. اجمل حقیقی، یوتیوبر افغان و سه همکارش به اتهام توهین به مقدسات از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند. خبر بازداشت حقیقی و همکارانش از سوی دارای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه 17 جوزا با نشر ویدئویی از اعترافاتشان تایید شده است. در ویدئویی که در توییتر منصوب به اداره استخبارات طالبان نشر شده، دیده می شود که 4 نفر از جمله اجمل حقیقی دست بند زده شدند. از این میان اجمل حقیقی، مدل و یوتیوبر، به ترویج فحشا و توهین به آیات قرآن اعتراف می کند، اما این اعتراف اجباری به نظر می رسد. اداره استخبارات طالبان در توضیح این ویدیو نوشته است که هیچ فرد اجازه ندارد که در حاکمیت نظام اسلامی به آیات قرآن
احادیث نبوی و مقدسات اسلامی توهین کند یا آن را مورد استهزا قرار دهد. کسانی که اخیراً آیات مبارکه قرآن را مورد توهین و تمسخر قرار داده بودند بازداشت شدند. در این ویدیو تنها اجمل حقیقی و سه همکارش دیده می شوند، اما در مورد شمار از همکاران دیگر آنان که دختر بودند معلومات در دست نیست. اجمل حقیقی که قبلا مدل بود از چند به این سو با تولید برنامه‌های اجتماعی در یوتیوب نیز فعالیت داشت. چند پیش از کانال یوتیوب آقای حقیقی ویدیو نشر شد که در آن غلام سخی یکی از همکاران اجمل تلویحاً آیات از قرآن را به صورت آهنگ خوانده و با آن حرکات ناموزون اجرا میکند. غلام سخی در این ویدیو با ختم هر آیت قرآن خودش را تکان میدهد و میخندد. حرکات و نحوه خوانش غیر معمول که سایر افراد حاضر در برنامه را نیز به خنده و میدارد. غلام سخی قبلا به مواد مخدر مطارد بوده است و با همکاری اجمل حقیقی از اعتیاد دست کشیده و به گفته حقیقی غلام سخی از مشکلات روانی نیز رنج میبرد. اعتراض به اجمل حقیقی و همکارانش. کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به ویدیوها خواستار رهایی اجمل حقیقی و همکارانش شدند. وکیل حسینی در تویترش نوشته است: با اعترافهای اجباری شما نمیتوانید صدای یک ملت را خاموش سازید. اجمل حقیقی نه قاتل میلیونها شهروند افغانستان است، نه مسئول انتحاری چاره زنبق و صدها انتحار و انفجار دیگر، نه هم فکر و هم ذکر بیگانگان و اجنبیها و نه هم مسئول بیداد فقر. کاربران با اشاره به اعتیاد غلام سخی نوشته است که اجمل حقیقی برای درمان غلام سخی کار کرده است و نجات یک انسان به معنای نجات جهان است. عین الدین بهادری رئیس پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات نوشته است: نجات یک انسان در افغانستان شاهکار تاریخی و کار است بی‌نظیر. اجمل حقیقی به یک انسان زندگی، امید و نجابت بخشید. اجمل حقیقی را هنگام شناختم و علاقه‌مند شدم که زندگی یک جوان را نجات داد و او را از جهان سیاه اعتیاد به جامعه انسانی برگشتاند. این کارش برای من یک قهرمانی است. پرویز شمال خبرنگار نیز خواستار رهایی اجمل و همکارانش شده است. شمال در تویتر خود نوشته است: این جوان کار بد انجام نداده است، لطفاً برای آزادیشان بکشید. او قهرمان واقعی است. من نگران صحت و سلامتی غلام سخی ام. او مستحق کابوس مجدد نیست. بهرام امان همچنان در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: تازه سرانجام اشتباه اجمل حقیقی و غلام سخی که آیات از قرآن را مسخره کرده بودند به دروازه قاضی حکومت طالبان رسید. گفته می شود که اجمل حقیقی را به 2 سال حبس در زندان و عدم فعالیت در یوتیوب محکوم کردند. انحراف یک قطار آهن در ایران دست کم 17 کشته بر جا گذاشت. مقام های ایرانی گفتند که در اثر انحراف یک قطار آهن در آن کشور تا کنون 17 نفر جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های ایرانی این حادثه حوالی ساعت 5:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 8 جون 18 جوزا رخ داده است. دوستان عزیز، از اینکه تا این دم با ما هستید جهان سپاس. برای ویدیو بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به شما بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.